ببخشید شما؟ سلام، خسته نباشین، حال شما چطوره؟ عرض کنم خدمتتون که مهمان این برنامه ما با مهمانهای برنامه های دیگه فرق دارن و فرقشون اینه که شما میشناسید مهمان این برنامه ما رو، یعنی از چهره های خوب و دوست داشتنی در واقع حرفه خودشون هستن. من معرفی نمی کنم، معرفی رو به خودشون واگذار می کنم. خیلی محبت کردین، تشریف آوردین، خودتون رو معرفی بفرمایین، هرچند نیاز به معرفی ندارین، و سابقه کارتون هم بفرمایین. خیلی متشکرم. جمیله شیخی هستم، 43 ساله که کار می کنم. ادعایی در حرفه خودم ندارم غیر از این که فکر می کنم صمیمانه و صادقانه به این حرفه پرداختم و عاشق حرفه خودم هستم. بله. همین. خب عرض کنم خدمتتون که خانم شیخ، شما بازیگری براتون یک شغل محسوب میشه؟ 100% اصلا شغل دیگه غیر از بازیگری من ندارم. بله. بفرمایید که البته خیلی مختصر چطور شد که وارد این حرفه شدی؟ علاقه و کمابیش حمله بر خود ستایی نشه، از همون اول استعدادی در خودم حس می کردم نسبت به این کار. بله. به همین سادگی. اولین کاری رو که انجام دادین یادتون هست؟ خب بله. تئاتر بوده حتما. بله. در سال 1336 تئاتر بود که اتفاقا با نقش خیلی حساس اثر استرینبرگ. بله. نمایشنامه پدر که در نقش لورا ظاهر شدن. نقش های مقابلتون هم یادتون هست چه کسانی بودن؟ نقش های مقابل آقای پرویز تاییدی بودن، آقای رکن‌الدین خسروی بودن. بله. آقای معالج بودن، حسین معالج، خانم دانشور بودن، عده‌ای که اون موقع البته آماتور شناخته می شدیم ما. بله، ماشاءالله به این حافظه. عرض کنم خدمتتون که فکر میکنید که تحصیلات آکادمیک چقدر تأثیر داره در کار بازیگری؟ چند درصد؟ آقای مدیر بی تأثیر نیست، تحصیلات آکادمیک خیلی برای من 80%. بله. البته به شرطی که تو هم با استعداد باشه. بله. یعنی تأثیرات آکادمیکی صرفا بر این روال نباشه که فرض کنید که اگر جوونی، حالا دختر خانمی، آقایون در یه حرفه، در یه رشته اگر قبول نشدن بیان رو بیارن به این رشته و صرفا از نظر گرفتن مدرک و این چیزها تحصیلات دانشگاهی را ببینن. بله. تو هم با علاقه باید باشه، تو هم با استعداد باید باشه. بله. عزیزم از سینما که میای بیرون یادت نره چیزی که دیدی فیلم بوده اسمش. یعنی تأثیرات اینه، تأثیرات فیلم خیلی شخصی و خیلی مربوط به حس و حال خودته، به دیگران خیلی نباید ربط پیدا بکنه. این توضیحش مفصله، شما این نمایش ببینین، ما باز میام خدمت.
آقا اینجا تست بازیگری میگیرن؟ فرمایشت. اومدی بازیگر بشی؟ خب آره، اشکالی داره؟ تو؟ اشکال که سر تا پاش اشکاله. اصلا استیل این کار داری تو که میخوای بازیگر بشی؟ رو وای میستیم دیگه، وقتش هم داریم، چی میبینی؟ یه میبینی نقش اولو دادم به ما. آقایون، همین الان به ما خبر دادن که بازیگر نقش اول انتخاب شده. اونایی که واسه نقش دوم به بعد میخوان فقط وایستن. صف درسته؟ درست صف وایستدیم؟ برای چی وایستدی؟ خب برو دیگه. برای چی برم؟ برو جایی دیگه. من نگفت نقش اول تموم شد، باز چی وایستدی؟ من اصلا برای نقش اول نیومدم که. رو داره. آقایون، همین الان به ما خبر دادن هنرپیشه نقش دوم هم انتخاب شده. هر کس واسه نقش فرعی میخواد وایسه. نقش دوم هم دیگه نداریم، تموم شد. تو چرا ارو نمیری؟ نقش دوم موشیدم تموم شد دیگه. بر باید تو اینجوری نگاه میکنی. برو دنبال کارت دیگه. وای میستم برای فرعی ها، وقتش هم دارم. آقایون متاسفم، تمام نقشه اون تموم شده، فقط سیاهی لشکر مونده. اگه نقش فرعی هم میخواستین دیگه تموم شده. سیاهی لشکری ها وایسن. آقا مون نیستیم، بیکاری نگاه. اه یعنی چی؟ خب برو دیگه. سیاهی لشکر هم نمیخوان دیگه حتی تو رو، میگن تموم شد. خب برو یه جای دیگه نقش خوب بهت بدن. اینجا بس چی وایسادی؟ حالا ما جلو دوربین بریم، سیاهی لشکر هم باشیم اشکال نداره. وای میسیم دیگه. آقای متاسفم، سیاهی لشکرمون هم تموم شد دیگه، به بازیگر نیازی نداریم، فقط یه جسد لازم داریم. سیاهی لشکر هم لازم نداریم. جسد؟ عمرن بازی نکنم. چیه میخوای جسد چی؟ فکر کنم بتونم نقش جسد رو خوب بازی کنم. آره میتونم. رو داری؟ اعصاب من ریختی به هم. آی رو داری تو؟ یه بارو دنبال کارت دیگه. میخوام جسد بازی کنم. برو میگم، با زبون خوش میگم برو. شما نمیخوایی برو، من میخوام جسد بازی کنم. ناراحتی شما؟ آره ناراحتم. الان خودم جسدت میکنم. یه جسد هم به ما این نمیتونه ببینه ما نقششو بازی کنیم. اینا دیگه کی هن؟ نوبت کیه؟ ما خانم ما. خیلی چه جالب، همون جسدیه که لازم داشتیم. مرسی آقا، شما بفرمایید، احتیاجی نیست دیگه، جسد داریم دیگه. فقط شما لطف کنید بیارینش داخل، بعد دیگه میتونین برین. ممنون. بیارینش داخل. سلام بینندگان عزیز، باز هم در خدمت شما هستیم با برنامه دیگر و گزارشی دیگر. خواهش میکنیم که این بار هم ما رو تا پایان این گزارش همراهی کنید. سلام دوست عزیز. علیک، چاکر قربون. روزتون بخیر. تو باز اومدی؟ ما به سطح شهر اومدیم امروز درباره یه موضوع برنامه‌مون که بازیگری هست گزارش تهیه کنیم. برو آقا، برو یکی دیگر رو سیاه کن.
برو یکی دیگر سیگار کن. یعنی چی؟ یعنی که یعنی چی راه میفتو در ما در سطح شهری؟ کدوم سطح شهری؟ همش به جمع گزارش داری میکنه. سطح شهر کدومه؟ من که فقط اینجا نمیام، که جای دیگه هم میرم. ده همین دیگه، ده همین دیگه. همینجوری یه دیر سیاه میکنی، میذاری سر کار به عنوان بازیگر میان اینجا. خب حالا شما نظرتون راجع به بازیگری بفهمید اگه ممکنه. من هیچ نظری راجع به بازیگری ندارم. یعنی چی؟ بازیگری چی؟ من نظری ندارم. اصلا جواب تو رو دوست ندارم بدم. چجوریه؟ نه هیچ. هیچی؟ خب برو بذار باد بیاد. برو بذار باد بیاد. آقا شما هم برو، دست به درخت نمیزنیم دیگه. نمیزنیم. بیا 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 بیا. باشه. سلام دوست عزیز. سلام. روزتون بخیر. قربون شما. موضوع این برنامه ما درباره بازیگریه. بابا شما هم با این برنامه‌تون. حالا چیه؟ بازیگریه؟ بله بله. چی بگم؟ چرا نمیرین از خود بازیگرا سوال کنین؟ نه دیگه، ما برای گزارش ها معمولا به سطح شهر میون جامعه میایم که با مردم سوال کنیم، مصاحبه کنیم. خب من چی میخوای؟ چی بگم؟ بگو بگم. همین نظرتون راجع به بازیگری. بازیگرا. نظرتون راجع به بازیگرا بعد. الافن آقا. بله؟ آقا جون، بازیگرا الافن. هم خودشون الافن، هم مردمو سر کار میذارن. یعنی چی؟ یعنی بس شما به بازیگرا علاقه ندارید. ببین پرت و پلا نگو، من نگفتم به بازیگرا علاقه ندارم. تو گفتی نظرت راجع به بازیگرا چیه؟ گفتم الافن. دیگه نگفتی دوستشون داری یا دوستشون نداری. ما رو با هم دعوا ننداز. همون تقریبا دیگه. میان منم مجبور میشم چی؟ خودش دیگه میدونه. تو من تو رو دوستت دارم. نزار کتک، برو. خیلی ممنون، خداحافظ شما. غلامم. سلام. سلام، خوبی؟ خیلی ممنون. بله. چه عجب. عجب به جمال شما. نگو، به جمال من؟ بله. خب پس بگو. جمال شما واقعا اینقدر مهمه که من میگم عجب؟ نگو، مگه نمیدونی؟ نه، چیو نمیدونم؟ اینو، من رفتم بازیگر شدم، عکسام به در و دیوار چسبیده. جالب، فهم موضوع این برنامه ما رو به بازیگریه. نگو، بله. چه جالب. شما نظرتون چیه؟ نگو، بازیگر که نمیتونه در مورد خودش نظر بده. میتونه؟ نمیتونه. نه، در مورد خودتون عرضن کنم، در مورد بازیگری نظرتون چیه؟ آدم باید ذوق داشته باشه. ذوق بازیگری؟ بله. شما دارین؟ نگو، اگه نداشتم که نمیرفتن تو فیلم بازی کنم. میشه بفرمایید که شما تو کدوم فیلم بازی کردین؟ من تو فیلم تبلیغ شامپو بازی کردم. البته خودم نبودم، فقط دستم تو کادر بود، ولی خب بازی کردم دیگه. خیلی ممنونم، موفق باشی. برم خونه بهت نشون بدم. یه کارتون شامپو دادم بهت نشون بدم، دو سه تا ببری. حالا حالا یه وقتی که خدمتتون میاد. خدا حافظ شما. نگو. سلام خانم. سلام، حالتون خوبه؟ خوب هستین؟ خانمتون خوبه؟ بچه‌ها خوبه؟ سلام برسونید. سلام آقای تجار، حالتون خوبه؟ خانمتون خوبه؟ بچه‌ها خوبه؟ سلام برسونید. عمو عمه خوبه؟ ما بزرگ با بزرگ خوبه؟ سلام برسونید. موضوع این برنامه ما درباره بازیگریه. چقدر جالب. اتفاقا منم همین الان دارم میرم مجلس بازیگر سازون نوه‌عمه‌ام. جالب، مبارک باشه. ممنون. آخه نمیدونین چه استعدادی داره این بچه. بعد عمه‌ام همش دلواپس بودن، میگفتن نکنه یه وقت دیر بشه. اینی که گفتی زودتر دست به کار بشن، دستشون رو بند کنن بهتره. اینه که مجلس بازیگر سازونشونه. خوب کاری کردی. نظر خودتون درباره بازیگری چیه؟ خوبه، خیلی خوبه. بالاخره کارشون سخت، زحمت میکشن، خسته میشن، همه جا میرن گرم دوده، بالاخره خیلی سخت میکشن. فقط اگه بشه که یه جوری بشه که یکم قشنگتر بازی کنن دیگه خیلی بهتره. دیگه بهتره. من برم، دیر میشه مجلس، دیر میرسم. میبخشین. سلام برسونین. متشکرم. سلام برسونین. اسم خودتون رو نزنید به اون رو. ما قبلا همدیگر رو دیدیم؟ نه، رو در رو. پس فکر نمی کنم شوخی داشته باشیم با هم. اسم
نویدی هستم. شغلتون؟ خیلی عجیبه. شما منو نمی‌شناسید؟ خیر. حالا چطور؟ خیر. این حالتی که من اینجوری نشستم مقابل شما، شما رو یاد عکس پشت جلد یک مجله نمیندازه؟ شکار و طبیعت نیست؟ کدوم مجله سینمایی؟ خیر. شما چطور یک بازیگر مشهور سینمایی رو نمیشناسید؟ ببخشید من به جا نیوردم. شما بازیگرین؟ شغلتون بازیگره؟ بله. همین از اولش میگفتید؟ تموم شد. به من به جا نیوردم به هر حال، ببخشید. شما باید اینقدر در کارتون تبحر داشته باشید که تمام بازیگرهای ریز و درشت رو بشناسید. چطور نمیدونید من کی هستم؟ عرض کنم که من نشناختم. الان چیکار باید بکنم؟ شما باید مطالعاتون رو بیشتر بکنید. باید بیشتر تحقیق و بررسی بکنید راجع به این مسئله. اگه کارگردان هستی باید همه بازیگرها رو بشناسی، اهم از غیر مشهور یا مشهور که خود من باشم. گوش میدم، شما بفرم. شما چرا اینقدر منو خار و ذلیل میکنید؟ من شما رو خار کردم؟ چرا این کارو میکنی؟ من الان باید چی کار کنم؟ اگه بهتون برخورده من معذرت خواهی کنم کافیه؟ شما با یه عذرخواهی ساده میخواید برخورد ناشایستی رو که با من مشهور دارید رو ماسمالی کنید؟ الان من چیکار کنم؟ نقش اول رو میخواید بهتون بدم؟ سناریو رو بخونم اول. در حال یک تست کوچیک طبق مقررات باید انجام بگیره. تست پزشکی؟ خیر، تست بازیگری. شما میخوای از من تست بازیگری بگیرید؟ این خودش توهین دیگه ایه. من الان چیکار کنم؟ شما تست نمیخواید بدید، نمونه فیلم دارین من ببینم؟ من اصلا آرام میشه که نمونه فیلم با خودم بیارم. آدم مشهوری مثل من که پشت تمام مجله ها عکسش هست بیاد اینجا با خودش فیلمشو بیاره که شما ببینید. وقتی شما مطالعه ندارید که یک بازیگر بشناسید، من مشکلم چیه؟ مشکل شماست. من الان چیکار کنم؟ شما باید چیکار کنید؟ شما اصلا خودتون بازیگری بلدید؟ چطور مگه؟ شما خودتون نقش بازی کنید اصلا بلدید؟ از همه تست میگیرید؟ اصلا خودت بلدی بازی کنید؟ بله. بازی کنید. من میشه بیستید لطفا؟ که چیکار کنم؟ عرض میکنم بیستید. نمیدونم منظورتون چیه که بیستم. عرض میکنم بیست. این تلفن رو میبینید؟ مطمئنن میبینم. بله. عرض کنم که فکر کنید من با این تلفن، چون این تلفن ها قدیمیه یه مقدار سنگینه، بله، فکر کنید که با این تلفن میخوام بزنم تو مغزتون. الان چیکار میکنید؟ جان؟ تو مغز من میخوای بزنی؟ فرض میکنیم. برو کار یاد بگیر. بله، این بهترین کاریه که میتونستید بکنید. تلفن تماستون؟
شما هم قبول دارین که محبوبیت با معروفیت فرق میکنه؟ مسلم میشه تفاوت چه بگی؟ من خیال میکنم که ممکنه کسی شهرت معروفیت خودشو پیدا بکنه در این حرفه ما. بله. خصوص شما خودتون بازیگر هستید و بهتر بشت. میدونید بشت. ولی خب محبوبیت لازم رو پیدا نکنه. بله. بعضی وقتا محبوبیت برمیگرده به شخصیت فطری اون آدم، بعضی وقتا برمیگرده به قضاوت درباره نقشهاش. بله. که البته من فکر می‌کنم این دومی غلطه. بله. اشتباه کار درستی نیست، چون خب بازیگری موقع نقشای منفی را هم ارائه میده. بله. در حالی که خودش یه آدم بد و بد جنس و منفی نیست. بله. ولی کلن محبوبیت و معروفیت معمولا موازین با هم دیگه، با هم دیگه هستن. بله. ولی خب با هم فرق دارن. طی این سالهای زیادی که شما کار کردین، این شغل یعنی بازیگری مانع وظایف خانوادگی و مادرانتون نشده؟ به هیچ وجه. برای اینکه من وقتی که نقش رو بازی میکنم خیلی زود میتونم خودم رو از اون نقش رها کنم، وقتی تموم میشه کار البته. بله. و فکر میکنم که برای من در زندگی حرفم خیلی عزیز بوده، خیلی من عاشق حرفه خودم هستم همونطور که گفتم، ولی خب مسائل خانوادگی و زندگی با همسر و اولادم یکی از وظایف اولیه من بوده. شما وقتی که میخواستید این شغل رو انتخاب کنید خانواده موافق بودن؟ همه موافق بودن. من از زمانی که نوجوان بودم با تعلیم صدا کار هنری را شروع کردم و پدر و مادر و خواهران من خیلی موافق بودن. بعدم که ازدواج کردم همسرم خیلی موافق بود. بله. یه سوالی که خیلی مهمه تو دوره ما اینه که چرا جوان‌ها اینقدر به بازیگری علاقه دارن؟ این واقعا یک ریشه واقعی داره یا تو جامعه ما خیلی کاذبه؟ ببینید آقای مدیره، من چندین بار گفتم اگر جوانی واقعا در خودش این استعداد رو پیدا کرده، علاوه بر علاقه، بله، استعداد رو میبینه، خمیره رو، جوهر این حرفه رو در خودش کشف کرده، باید انقدر دنبال کنه این کارو تا برسه به اون به اصطلاح هدف خودش. بله. و اگر استعداد نداره باری به هر جهت به طرف این حرفه رو نیاره. بله. خب من به عرض کنم که شما 16 سالت مگه بیشتره پسر جان؟ فکر میکنی که مثلا وقت خیلی مناسبیه برای اینکه شغل آیندت رو به طور قطعی انتخاب کنی بذاریش کنار، اونم همه به سمت بازیگری؟ خب شهرت داره، محبوبیت داره، پول که هیچی قربونش بدم هیچی نداره، ولی این چیزای جذاب رو داره، بعد دردسرای خودش هم داره. نشستی تو خونه تلویزیون سینما میبینی چقدر ماها کیف میکنیم، ولی اینجوری نیست. بله درست عرض میکنم. سختی این کار از خیلی کارا بیشتره. 16 سال سن کمیه برای اینکه بخوای به طور قطعی شغل آینده‌ت رو انتخاب کنی. نکن عزیزم این کارو، صبر کن، 4 سال دیگه صبر کن، وقت به عرض بنده میرسی. شما این نمایش ببینین تا دیگه اصلا از این حرفه متنفر میشین برای همیشه. سلام علیکم. سلام. خسته نباشی قربان. خیلی ممنون. حال شما چطوره؟ قربان شما. بگردم تخته نیست اینجا. آره تو خوبه؟ خیلی ممنون. ببخشید شما. قربان بنده از طرفدارای پرپا قرص شما هستم. هر فیلمی رو که شما بازی میکنید یا هر سریالی بنده به پاش جمع نمیخورم. ببخشید. بله. شما طرفدار من هستی؟ بله دیگه قربان، طرفدار شما. یعنی دنبال من میگشتی شما؟ بله دیگه، من تو آسمونا دنبالتو میگشتم تو زمین پیداتون کردم. اشتباه گرفتید، ببخشید. آقا شما مگه بازیگر فیلم سکوت گوساله ها نیستید مگه؟ نه ببخشید من. تقلب نکن، تو سریال سکوت گوساله ها بازی کردی؟ نه آقا من اصلا بازیگر نیستم. آقا شما مگه آقای سیروس ملکی نیستید؟ نه من سعید کامل هستم، ببخشید. حیف شد. برای چی؟
من فکر کردم شما همون بازیگری هستید. نه. میخواستم یه آپارتمان بهتون هدیه کنم. چون تاجر ثروتمندی هستم. گفتم بالاخره اینم در راه هنر. ولی خب دیگه. البته میدونید من یه زمانی به بازیگری علاقه من نه دیگه من دیگه مزاحمتون نمیشم. ببخشید. شرمنده ام. آپارتمان. سلام. سلام. حالتون خوبه؟ متشکرم. شما بازیگر سریال سکوت گوساله ها نیستید؟ من اصلا خود اون بازیگره هستم. اه؟ مطمئن هستید شما؟ من خود اون بازیگرم اصلا من. خودشم. چه جالب. من مشکلم حل شد. به هر حال حالا آپارتمانی، ماشینی، خونه ای اگه هست. خودشم. من اصلا خود اون بازیگره خودش من. منم اصلا. خوشحالم از اینکه مشکل من حل شد و دیگه برای پیدا کردن شما دردسر نخواهم. نه دیگه من هستم الان. سویچ ماشین. خدمت شما عرض کنم که من مأموریت دارم توسط یکی از بیننده های برنامه شما که از بازی شما بی نهایت متنفره به خاطر کشتار بیرحمانه گوساله ها در این فیلم از شما تنفر عظیم و عجیبی داره. به من پول دادن چون من آدمکش حرفه‌ای هستم. به من پول دادن تا شما رو بکشم. خوشحالم از اینکه ببخشید هیچ درد سری. من معذرت میخوام. من اصلا بازیگر نیستم. سوء تفاهم شده. من صافکار ماشینم اصلا. من کارشناسی میدم. من سعید کاملم اصلا. کی گفته من بازیگر؟ شلوغ نکن. من صحبت دارم. تمام کسایی که این وضعیت براشون پیش میاد از این دروغا زیاد میگن. نه من اصلا بابا آره. صاف کاره با یکی به دادم برسه کمه بیست ببینم. باید این کارو بکنی. تو که اینجوری نبودی؟ حالا اینجوری شدم. بحثم نداره. آخه داری بهترین موقعیت زندگی تو برای یه ندونم کاری از دست میدی. میدونی اگه فیلمت بره رو پرده چقدر برات خوب میشه؟ آخه بازیگری که الکی نیست. همینطوری شبیه جمشید بودن که دلیل نمیشه آدم اونجوری باشه. همینه که همشه یه خط از زندگی تقبی. سلام. اینم از این. بفرمایید. دیگه بهونتون چیه شما؟ این چیه؟ مبلغ کل قرارداده. نقده. ولی من که آخه ولی آخه نداره. ما تو کار اون اصلا بهونه قبول نمی‌کنیم آقای عزیز. من که هنوز قبول نکردم. تو که قبول کردی. آقا به محض اینکه شما پاتون از این در گذاشتین بیرون، بهروز پشیمون شد. بله. میدونستم بالاخره آقا بهروز شما پشیمون میشه. بله. آخه من نمیتونم. من که تا بال اینجوری نبودم. حالا اینجوری میشی. آقا شما اصلا با ایشون صحبت نکنی، با من صحبت کنی. این الان داره خودشو میگیره. ببینید خانم اصلا صحبتی دیگه باقی نمونده. جای صحبتی نیست. این قرارداده که باید امضا کنید. این هم فیلمنامه است. اگه شما دلتون بخواد میتونید نقش محبوبه رو بازی کنید. گرچه زیاد شبیه اونم نیستید. ولی خب حالا راست میگی. برای شروع باید چیکار کنم؟ باید ابتدا فیلمنامه رو بخونید. البته من یه تسهیلات ویژه‌ای هم براتون قائل شدم. ولی من که هنوز قبول نکردم. چه تسهیلاتی؟ شما لازم نکرده تشریف بیارید محل فیلم برداری. من محل فیلم برداری رو میارم اینجا. چه عالی! پس روخونی کنید که فردا بریم ضبط. موافقید؟ بعد اینم باید قرارداد حتما امضا کنید. امضا کنید. بفرمایید. اینم خودکار. امضاش میکنه. قرارداد. پس خوب روخونی کنید که فردا بیام و بریم ضبط. قشنگ تمرین کنید. باشه؟ بسیار. من رفتم. باشه تمرین کنید. فردا فیلم برداریه ها. ببینم نقش تو چجوریه؟ نقش من نقش محبوب بازی میکنم. تو که اینجوری نبودی محبوب؟ تو متن نوشته شده یه چی میگی محبوب؟ خب زبونم نمیشه اونطوری.
باید سعی کنی. اینقدر تمرین کردیم که. تمرین کردیم. باید سعی کنی. ادامه بده. خب. یه چی میگی محبوب؟ یه چی میگی ای بابا؟ چرا باید همیشه حرف تو باشه؟ آخه من همیشه یه چی دارم که بگم. پس منم میرم خونه بابام اینا تا تو هم هر وقت دلت خواست حرف بزن. نه محبوب تو که اینجوری نبود. نه چیزی یه چی تو که یه چی میگی یا؟ ابدا بی خود منصرفم نکن. خوبه همینجوری ادامه بدین خوبه. ای بابا میگم چیزه اینجا بهتر نیست مثلا بگه ای پدر. نه پدر. نه ببین عزیز من این تکه کلام اون جمشیده یه چی میگی محبوب ای بابا اینا همه تکه کلامای اونه. چنگا معطل میکنی از حس در اومدم. ادامه بدین به جواب زود باشین. ای بابا محبوب. ای بابا من گفتم چیه مشکلتون چیه؟ نه چرا ادامه نمیدین مشکلتون چیه؟ توی یه توضیح صحنه نوشتی که مثلا قطار در میارن. صدای قطار باید دروده. آره این مال اون صحنه ایه که محبوب قهر کرده رفته خونه پدرش میخواد بره بعد جمشیدم به خاطر اینکه خوشحالش کنه نظاره بره صدای قطار در میاره. من که هیچ وقت قطار نبودم. خب میتونی از اون تکی بابا کلام... نقش دیگه. آره نقشته از همون تکی کلامای جمشید استفاده کن به عنوان قصد قطار. تمرین کنم میتونی؟ یه چی میگم محبوب چیه؟ چه خبره؟ خونه رو گذاشتی رو سرت. خوبه عالی بود. همین جوری با همین سوال میریم زبط. حاضرین؟ ما که اینجوری نبودیم. میشمارم ها. حاضرین؟ بریم زبط. 3 2 1 ببینم نگفته که میاد؟ نه حالا چی شده؟ خب بگین دیگه. دلم داره مثل سیر و سرکه میجوشه. خب یه خبر مهمیه که فقط باید به خودش بگم. خب من زنشم به من بگین. اول خودش. حالا بگین دیگه. هیچی آقا تو جشنواره جیفونی جایزه بهترین بازیگر نقش اول مرد رو برده. بابا یه کارا میکنین. خب این کارا چی میکنین بابا؟ سلام بهروز جان. بهروز جان که بابا تبریک میگم. مشتلق بده چی بدم؟ ای کارا میکنین ها؟ یه چیا میگین ها؟ آبرو ما رو میبرین دیگه. اصلا بدبخت شدیم رفته که بابا. دک بدبخت شدیم رفته که. بابا مگه چی شده؟ خودتون به اون نظرین دیگه بابا. چی شده چی نشده؟ یه چی شده یه چی میگم دیگه. چی شده؟ یه چی شده؟ آبرو ما رو بردین دیگه. آبرمون رو بردین دیگه بابا. الان محبوب 3 روز مریض شده گوشه خونه افتاده دیگه بابا. این کارا چی میکنین آخه؟ یکی خوبه از خودتون در بیاره بازی خودتون بکنه. آره مگه چه عیبی داره؟ چه اشکالی داره؟ دست شما درد نکنید دیگه واسه اینکه چه اشکالی داره. حالا من میذارم با اون دیگه بذار بیاد که بزرگش گوششه. یه چی میگم که هم نونش بشه هم آبش. حالا صبر کنین بیاد. کارا میکنین ها والله. کیه قد داده بیداد میکنه؟ ای وای اومد. خب الان گیرم الگه چی بهش میگم که یه چی گفته باشم. حالا صبر کنین دیگه کارا بکنم. من صبر کنین جمشید جان ببین وایس یه لحظه من بهروز بهروز اگر زمان به عقب برمیگشت و میشد سال 1336 فرمودین بله. شما همین بازیگری رو باز انتخاب میکردین؟ من همیشه بازیگری رو انتخاب میکردم. من فکر میکنم که اگر بشر بنا به روایتی بله. دوباره به دنیا بیاد و من دوباره بعد از هزاران هزار سال بنا به اون روایت و بنا به اون فلسفه بله. دنیا بیام بازم همین حرف رو انتخاب میکنم. اگرچه اعتراف به این قضیه بعضی وقتا به ضرر آدم تموم میشه بله. از نظر مالی بله. بفرمایید که بیشترین تعداد تکرار به خاطر اشتباه شما در یک پلان یا یک سکانس چند بار بوده؟ خب ببینید اگر من اینو بگم راستشم بگم شما حمل بر خود ستایی خواهید کرد. نخواهش میکنم.
4 یا 5 دفعه حداکثر. حداکثر 5 بار به خاطر اشتباه شما تکرار. حداکثر. خب بفرمایید که شما کادوی تولد به اطرافیانتون چی میدین؟ چون هر کسی در ارتباط با شغلش، ما مشاغلی که اینجا اومدن، هر کس در ارتباط با شغلش کادوی تولد میداده، حالا به همسرش، به دخترش، به پسرش. یک بازیگر چه کادوی میتونه بده؟ ولی بازیگر من فکر میکنم در وهله اول کتاب. ولی من کلن سعی میکنم بین افراد خانواده خودم وقتی که تولدشونه یا به هر حال یک روز بخصوصیه، چیزایی که مورد علاقه اونام هست بهشون هدیه بدم. یه سوالی هست که همیشه سوال اساسی به نظر میاد تو این حرفه و خیلی از جوانها بهش مبتلان، که آیا کار هنری، حالا بازیگری، کارگردانی، عرض کنم که کلیه مشاغلی که به امور نمایش مربوط میشه، آیا زن و شوهری که میخوان با هم ازدواج کنن، دختر و پسری که میخوان با هم ازدواج کنن، با هم همکار باشن تو این حرفه بهتره یا نباشن بهتره؟ سوال سختیه، میدونم. یه کمی سوال سختیه برای اینکه بستگی داره. بعضی وقتا همکار نیستن و با هم دیگه خیلی توافق دارن، خیلی آرامش زندگی دارن و زندگی را به راحتی با هم دیگه، یعنی با توافق ادامه میدن. یه موقع همکار هستن، البته این همکاری هم خیلی کمک بزرگیه. یه نظر قطعی نمیشه داد. نمیشه نظر قطعی داد، ولی خب همکاری، ایجاد همفکری، توافق در این حرفه، با هم کار کردن، با هم این به اصطلاح فرض کنید که دو تا هنرپیشه با هم که ازدواج میکنن، موقعی که تمریناتشون شروع میشه با هم دیگه تمرین میکنن، در خونه با هم کار میکنن، آماده میکنن اون قسمت هایی رو که باید ازشون ضبط بشه یا بازی بکنن در نهایت. بعض وقت هم که از هم جدا میفتن، زن در یک پروژه دیگه کار میکنه، همسرش در یک پروژه دیگه و به عکس. شما فهمین که این شهرتی که شما دارین براتون باعث درد سر نیست؟ خیلی کم، بعضی وقتا. فرض کنید که عجله دارم، وقت دکتر گرفتم، دارم میرم دکتر، خب بنابرای لطفی که دارن مردم نسبت به همه ما، خب جلوی آدم رو میگیرن، خیلی صحبت میکنن، خیلی مایلن سوالای بیشتری بکنن، خیلی مایل هستن که درباره ما بیشتر بدونن. خب وقتی دکتر از بین رفته، بله عرض کنم پلاتوی منم در همین رابطه است. عزیزم وقتی بازیگر مورد علاقتو میبینی، ببین اظهار لطف میفرمایین، خیلی متشکریم، ولی ببین در چه شرایطی قرار داره. اومده رستوران با همسرش با بچه‌هاش یه در آرامش بشینن شام بخورن، آخه 300 تا امضا که بده که خب قضیش یخ میکنه. تو بیمارستان طرفو میبینی خدا نکرده بچه‌ش رو دستش، موقع امضا گرفتن نیست. هر چیزی یه جایی داره، اجازه بدید در جای خودش این کار انجام میشه. خیلی متشکرم، محبت میکنین. یه نمایش مجددا ببینین، ما بیایم که باز سوال کنیم. سلام دوست عزیز. بله سلام علیکم آقا. سلام علیکم. بله شاکریم. موضوع این برنامه ما درباره بازیگریه. بازیگری؟ بله. کشون 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 موضوع باش کشون 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 جنگل اینجا از اینا دیگه نه؟ تقریبا. خب همین دیگه، غیر از این نیست دیگه. غیر از این ما یه رفیق داریم میشناسیش فکر کنم، سانشو. خب اونم بازیگریش بد نی. چجوریه؟ اینجوریه، این میکروفون رو کش کنار، نیفتی. همین. خیلی ممنون. چاکر آقا. متشکرم. آقا این آب برنامه‌تون هم زیاد کنید. ممنون. برو سلام. بازیگر خواستیم ببخشید تشمیریم؟ نه، باید زنگ بزنیم وقت بگیرنمون شیم. سانچو هستش، چه جوابتون رو میده؟ خداحافظ.
سلام خانم. سلام علیکم. روزتون بخیر. متشکرم. موضوع این برنامه ما درباره بازیگریه. اصلا خوب نیست. چرا؟ دلیل خاصی دارین؟ بله، همسرم بهترین دلیلشه. همسرتون هم معتقدن که بازیگری خوب نیست؟ نه، همسرم ایشون اصلا خودشون بازیگرن. آخه اصلا فایده نداره. یه روز خونه، ده روز سر صحنه. یعنی چی؟ خب به هر حال این که اختزای شغلشونه دیگه. گاهی اوقات هم حتما پیش میاد که مثلا یه ما مرخصی هم دیگه. اصلا ببینید آقای محترم، این اصلا هیچی. بعد هر روز با یه قیافن، مثلا یه روز جنگجوی سلجوقی، یه روز کتک خور آلمانی، یه روز ناپلئون، یه روز قاتل. اصلا آدم خودش همسرشو به جا نمیاره، آدم کلافه میشه دیگه. یعنی چی؟ بله از اون جهت واقعا سخته. شما صحبت خاصی ندارین؟ صحبت خاصی که نه، ولی یه پیشنهاد داشتم خدمتتون و اونم این که بازیگری رو یه مقدار آسان‌تر بگیرن دیگه. چطوری؟ فیلم نامه رو اینقدر سخت ننویسن و کارگردان رو به بازیگر آسان‌تر بگیرن، بذارن بازیگر رو برن خونه‌شون. بالاخره اونام خونه زندگی دارن دیگه. بعد اگه امکان داشته باشه جلو هر در هر خونه یه دونه کارگردان بذارم، کارگردان قابل دسترسی باشه. این می‌خواستم مثلا دیگه برنامه ضبط کنن دیگه، بازیگر نره پیش کارگردان، کارگردان در خونمون باشه. بازیگرا مثلا رفت آمد سختم. بله ممنون. خیلی ممنونم، لحاظ میشه حتما. متشکرم. خدافظشون. سلام دوست عزیز. سلام دوست من. روزتون بخیر. روز شما بخیر. موضوع این برنامه ما راجع به بازیگریه. کدوم بازیگر؟ نه بازیگر خاصی نه، همینطور کلا راجع به بازیگری. من اطلاعی ندارم، نمیدونم. یعنی اصلا چیزی راجع به بازیگری نمیدونی رسولا؟ بگم اصلا باورتون میشه؟ شما میگید باورم میشه دیگه، اصلا نمیدونی. راجع به چیز بفرمایید، راجع به که اصلا شما به کدوم بازیگر علاقه دارین؟ بازیگر خاصی علاقه دارین؟ والا من همچین اسم خاطرم نمونه، همچین فراموشکارم. یعنی اینقدر کم حافظه این که اسم بازیگر مورد علاقتون رو فراموش کنید؟ عجیبه. یه خورده فکر کنید، شاید یادتون بیاد. چرا یکی از بازیگر خیلی خوبه، فیلمش سیاه‌سفید اینترنتی رو میره تونتون، حرکاتش تونده. آها فیلمای کمدی اون. آره سیویل داره کوچولو. عجیبه. کلام داره. من میشناسم که میدونم آره کلاشم اینترنتی میکنه. اصلا اسمش تو که زبونم الان متو من اسمش یادم رفت. خیلی عجیبه. آره همینه دیگه. من میبینی که عجیبه، اسمش خاطرم نمونه. خیلی عجیبه. من همین یه بازیگر دوست دارم. اسم یادم نمیره. خیلی عجیبه یادم رفت. نمیدونم اصلا بزنم. یادم نیومد. نه نه من فقط همین رو دوست دارم. خیلی بانه که اخ میخندم. چی بود اسمش؟ اسمش نمیدونم دیگه. حالا ولش کنید، مهم نیست، فهمیدم کیا میگه. خیلی ممنون، متشکرم. بینندگان عزیز، این گزارش ما هم در همینجا به پایان میرسه. تا برنامه های دیگر و گزارش های دیگری با شما خداحافظی میکنیم. خدا نگهدار. درود و صد درود. صحنه‌گاه ادب این پرده ادب نما را در مقابل رخسار شما صفای جمالیان بدل جامه به ایوانی می نشینیم و مرور می کنیم ادبات بازیگری و بازیات اون را. باز بازی با دیالوگ می خورد بر صحنه خانه. یادم آید روز هملت، گردش یک روز دیرین. کودکی 10 ساله بودم، نرم و نازک، چست و چابک، صحنه را بلعیده بودم. ادب بازیگری یا بازیگر ادبی از اهم ادبات محسوب گشته، هماره با نیکی نمود می نماید. اول ادیب بازیگر که در تاریخ ادب رخ نمود، عروسک بچه‌ای بود از اهالی بازیه، تسپسنام. او بازی می نمود و بر پیشانی ادب بازیگری چنین حکم داد: وقتی میری به بازی، نکن زبون درازی. اولین سنگ بنای ادب بازیگری را در شهر لس آلاموسیه پیریختند. گروهی 3 نفره در ترکیب روزولت شبرها، استالین لینئس ایستا
و چرچیل چرب و چیل به یاری هم شتافتند و گیتی را زیر ضربات ادب بازیگری خود لرزندند غلنج شکنا. گویند اولین ادیب بازیگری که به صحنه‌گاه ادب این ژانر وارد گشت زلوبیام شکست پیر نام داشت. او نابغه جوانی بود از اهال استر آتافورد که صحنات بریخت بر ادب بازیگری لوزنما. او تمامی ادیبان بازیگری که مشکل بیان داشتند جمع می نمود و برانان ادب می باراند. ادبگر بازی سرای ممنایی دانیلد غاز اولین ادیب بازیگری بود که توانست با ادب تمام تمامی تماشایان را ریسه بنماید و روده هایشان را ببرد پشیمان مان. دانیلد غاز آنچنان ادب سرزبانی داشت که هیچ ادیبی در هیچ خطه آداب نمی توانست حریف او نمود نماید. او هر ادب نقشی را هر آینه بازی می نمود. کاشی که من گربه بودم، میو میو کرده بودم، یه قاب پلو خورده بودم. اما تنها ادیب بازیگری که توانست یک نیروی ادب بازیگری را به دو نیرو تبدیل نماید رابرت زنیرو بود. او در آداب بازیات آنچنان پیش رفت که کتهای سیلوسترهای استالون، آلهای پاچینو و جانیهای دپرس را از پشت بسته نموده. البته چکبچهی مسمم با مسمای جولیان و جما بعدها از خجالت دونیرو در آمد. دورگوالی چند در آمادگان پخش به سر میبرند، به گوش جان نیوش میکنیم. با سلام خدمت استاد محترم. درود. ادیب بازیگری هستم توانو ولی ناموفق. از چه رو؟ بازیام نمیدهند. آیا بازیتون بد است؟ گمان نکنم، من بهترین ادیب بازیگر هستم، منتها قدری پیر از نفس افتادم. نمی توانید نقش پیرهای از نفس افتاده رو بازی کنید؟ خیر، تخصص من بازیگریه. به صفای جمالگزار بگویید جوانتون کند. او تمام سعی خود را انجام می دهد تا مرا جوان کند، اما نمی تواند. از چه رو؟ جوان کردن سخت است، آن هم با این همه چروکی که به صورت دارم. پس بروید نقش پیران روزگار رو نیز مبارزت نمایید تا عربتون تنها حول بازی کردن جوان نچرخد. متشکرم. سپاسگزارم. دورگوی دیگر. با سلام خدمت ادیب محترم. درود. ادیب وسیله صحنه‌ای هستم که دائما بر من بی‌ادبی می‌گردد. چگونه و از جانب که؟ از جانب ادیب بازیگران، آنها پیوسته مرا همچون غیر ادیبی بنجل این سو و آن سو پرتاب می کنند. مقاومت کنید. نمی شود، هر کار می کنم آنها باز پرتاب می کنند. جنستون چیست؟ معلوم نیست، فقط خواهشم از ادیب بازیگران این است که آنقدر بر من بی ادبی ننمایند، پرتاب ننمایند و مراعات بنمایند. من نیز از ادیب بازیگران میخواهم که اینقدر بر ایشان بی‌ادبی ننمایند، پرتاب ننمایند و مراعات بنمایند. متشکرم. سپاسگزارم. و اما واژگان گزیده این مقال، زین پس به جای واژه غریب، مجهول و بیگانه داستین هافمن بفرمایید د آستینم نصف شد مرد. دیگر واژه گزیده این مقال به جای واژه مجهول و منحوت کمدی تراژیک زین پس بفرمایید دور از جان شما نیش باز کن نیش تو ببند. واژگان گزیده این مقال نیش باز کن نیش تو ببند به جای واژه بیگانه کمدی تراژیک و دیاستینم نصف شد مرد به جای واژه بیگانه داستین هافمن.
رخسار بردار گاه با مچان دستان خود خبر می نماید که صادقی بازی نما دورگو زده است تا از بیگاه شدن گاه خبردار شود. پس برای خوشحالی صادقی بازی نما و همچنین رخسار بردار گاه درود و دو صد بدرود. خسته که نشدین شما؟ نه خسته نشدم، فقط میخواستم در این مورد که صحبت میکردیم اینو بگم که لطف و مرحمت مردم ما را در ذهن خیلی سرپا نگه می‌داره. بله. خیلی تشویق بزرگیه برای ما و ما مرهون محبت مردم هستیم. بله کاملا. عرض کنم خدمتتون که شما روزی که خدایی نکرده خیلی بدحالین، نه از نظر جسمی، بی‌حوصله این یا مسئله ذهنی دارین، نمیشه گفت که اصلا روی نقشی که ایفا میکنه یک بازیگر تأثیر نمیذاره؟ میشه گفت موقع بازی فراموش میکنم. چطور این تأثیر رو خونسا میکنید شما؟ من خودم خونسا نمیکنم، خونسا میشه خود به خود. یعنی من وقتی که مشغله ذهنی دارم، یه ناراحتی روحی دارم، بله، وقتی بازی رو شروع میکنم خود به خود برطرف میشه، فراموش میکنم در اون لحظه. شما بازیگر مورد علاقتون چه کسی یا چه کسانی هن میتونید بگید؟ خیلی زیاده تعدادشون. تعدادشون زیاده و اجازه بدید این سوال جواب بدم. چشم. عرض کنم که من کار همه همکارامو خیلی دوست دارم. بله. بسیار لذت میبرم و گاهی حتی در تنهایی خودم طوری احساساتی میشم در مقابل بازی اونا، با تماشای بازی اونا، که اشک چشمام جمع میشه. بله. شما مطالعه هم میفرمایید؟ بله. روزی چند ساعت؟ چند ساعت نمیتونم بگم، در فراغت موقعی که به اصطلاح فارغ و آزاد از کار هستم. بله. مطالعه میکنم. ورزش هم؟ نرمش به هر حال ما باید تمرین بدنی بکنیم دیگه. بله. اونم بعض وقتا تنبلی میکنم ولی اکثر اوقات انجام میدم. پیاده روی؟ بله. تمرین بدنی، تمرین صدا؟ بله. خب من خستتون کردم، یه سوال آخری که از همه میپرسم از شما هم بپرسم، شما میدونین این سوال چیه؟ دخترتون رو. بله. شما دختر به بازیگر میدین؟ بله من حفظم تمام جمله های شما رو حفظ کردم. من دخترمو بر حسب تصادف به بازیگر ندادم، ولی دختر من با کسی ازدواج کرده که بسیار هنر دوسته. بله. و چون یه فرد بسیار تحصیل کرده ایه. بله. هنر و قدر هنر و قدر هنرمند رو خیلی میشناسه. بله. به خاطر این ولی عرض کردم. اگر هنرمندم بود، بله، من با کمال افتخار با ازدواجشون موافقت میکردم. خب البته از نظر شخصیتی که اصلا هیچ بحثی نیست، ولی به خاطر نوع کاری که یک بازیگر داره که نه شب داره نه روز داره نه تعطیلی داره نه نصف شب داره، با تمام این تفاصیل باز دختر به بازیگر میدادیم؟ اونو دیگه باید از همسرمون دختر پرسید. بله. ولی من فکر کنم که کسی که موافق باشه که همسرش بازیگر باشه اینا رو میپذیره. بله. میپذیره اینا رو و تحمل میکنه، چون متوجه میشه که یه همچین سختیایی هست. بله. در کار. خیلی ممنون که تشریف آوردین به برنامه ما، محبت کردین. خیلی متشکرم. انشالله که سالهای سال همینطور تندرست و سلامت و موفق به کارتون ادامه بدین و ما هم در کنار شما همچنان بیاموزیم. خواهش میکنم. من واقعا در خودم اون وجهه رو نمیبینم که بیاموزم، یاد بدم. یعنی من فکر میکنم که من هنوز خودم باید خیلی چیزها رو بیاموزم، یاد دادن رو در خودم نمیبینم. خیش. و من اینو به جرأت میتونم بگم که من وقتی که کارهای خودم و مخصوصا کارهای خوب تصویری رو عرض میکنم، میبینم زیاد از کار خودم راضی نیستم. هیچ وقت زیاد راضی نیستم. یعنی من فکر میکنم که هنوز جا داشت که بهتر بازی کنم، هنوز جا داشت که حس بیشتری نشون بدم،
این در من هست سالهای سال با من. البته این نشان دهنده هوشمندی شما و عشق بی حد و حصر شما به هنری که انتها نداره. خیلی متشکرم از لطفتون. منم از اینکه به هر حال امشب در خدمت شما و همکارای عزیز شما که به هر حال من میدونم که شما شبانه روز زحمت میکشید، تلاش میکنید برای رسوندن برنامه های خودتون، خیلی خوشحال شدم. خیلی متشکرم از اینجا بودم. خیلی ممنون از شما. بعضی ها زندگی رو به صحنه تئاتر تشبیه میکنن و اینکه همه ما بازیگران این صحنه ایم. امیدوارم که همه ما بتونیم نقش هامون رو در این صحنه خوب ایفا کنیم. خیلی ممنونم. شب بخیر. خداحافظ.